برگزاری گرامی داشت سالگرد آیت الله منتظری در نجف آباد، انتصاب نماینده همسو با دولت به عنوان متولی حرم حضرت معصومه، انتقاد دانش جعفری از افزایش هزینه‌های جاری و بزرگ شدن دولت در چند سال اخیر، بی‌اقبالی مردم به مساجد به خاطر جناحی شدن آنها، انتقادات نماینده عراق درباره اجرا نشدن مصوبات استانی دولت در طول 5 سال. گرامی داشت اولین سالگرد رحلت مرحوم آیت الله منتظری در نجف آباد برگزار شد. در حالی که فشارهای امنیتی سبب لغو مراسم یکمین سالگرد مرحوم آیت الله عظمی منتظری توسط خانواده ایشان شده و ماموران امنیتی روز پنجشنبه حتی مانع از حضور خانواده آن مرجع تقلید مردمی بر سر مزار وی گردیدند، با این حال مراسم سالگرد ایشان با شکوه خاصی در نجف آباد برگزار شد. به گزارش جرس، در مراسم صبح پنجشنبه 3 محرم 18 آذر ماه در نجف آباد احمد منتظری فرزند آیت الله العظمی منتظری سخنرانی کرد و پس از ایشان چند تن از شاگردان آن مرحوم به بیان خاطرات و ایراد سخن پرداختند. امیری جرقویه سخنران ویژه مراسم و از شاگردان آن مرحوم پس از وصف کربلا و حکومت امویه در بیان شخصیت آیت الله عظمی منتظری وی را فیلسوف و فقیه و علامه ای دانست که در 50 سال پیش حضرت آیت الله عظمی بروجردی این لقب را در سن جوانی به ایشان دادند و در نامه ای به مردم نجف آباد ایشان را فقیه خطاب کردند. امیری از حکومت سوال کرد که شمایی که دم از ولایت فقیه میزنید و با پول بیت المال کفن میپوشید، چگونه است که اجازه پخش و تدریس آثار آیت الله منتظری را نمیدهید؟ وی گفت: آیندگان از ما سوال میکنند که چرا برای چنین شخصیت بزرگی مراسمی در خور شخصیتش برگزار نشد و حکومت حتی اجازه نداد مانند یک فرد عادی برای او مراسم گرفته شود. یادآور میشود در مراسم صبح نجف آباد خبرنگار رسانه‌های داخلی و خارجی و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از آیات اعظم، وحید خراسانی، سانعی و موسوی اردبیلی، جمع زیادی از دانشجویان از دانشگاه‌های سراسر کشور و نجف آباد نیز در این مراسم حضور داشتند. این منبع خبری همچنین از شرکت تعداد زیادی از مردم که از کردستان، تهران، قم، اصفهان و غیره به نجف آباد آمده بودند گزارش داد. اما در قم مامورین انتصابی حرم حضرت معصومه و همچنین مامورین وزارت اطلاعات و سپاه روز پنجشنبه حتی اجازه حضور خانواده مرحوم آیت الله منتظری بر سر آرامگاه ایشان در محوطه حرم را ندادند. با این حال از بامداد پنجشنبه در به خانه فقیه عالی قدر در شهر قم به روی مراجعین باز بوده و مردم برای عرض تسلیت در این مکان حضور یافتند. تنها امام جمعه همسو با دولت در قم به عنوان متولی حرم حضرت معصومه منصوب شد. خبرگزاری مهر از انتصاب حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم به عنوان تولیت حرم مطهر حضرت معصومه خبر داد و اعلام کرد که صبح روز شنبه مراسمی با حضور محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام رهبری برگزار می شود. به گزارش کلمه، سعیدی که علاوه بر امامت جمعه قم عهده‌دار سمت ریاست شورای فرهنگ عمومی استان قم و ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این استان نیز هست، جوانترین فرد از بین 4 امام جمعه قم و تنها کسی از آنهاست که مواضعی همسو با دولت احمدی نژاد دارد و برخلاف او آیت الله امینی، آیت الله استادی، حجت الاسلام بوشهری و آیت الله جوادی آملی امام جمعه مستعفی قم بارها تریبون نماز جمعه این شهر مذهبی را به عرصه انتقاد از عمل کرده دولت تبدیل کردند. آیت الله مسعودی خمینی نیز که از 18 سال پیش تا کنون مسئول تولیت حرم مطهر حضرت معصومه بود، از حامیان سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 بود و در انتخابات اخیر نیز به همراه آیات استادی، امینی و بسیاری دیگر از علما از جمله مخالفان حمایت جامعه مدرسین از احمدی نژاد به شمار می رفت. یادآور می شود در دوره مسئولیت آیت الله مسعودی خمینی که از سال 71 شروع شده است، توسعه حرم مطهر حضرت معصومه شدت گرفته و احداث شبستان بزرگ حضرت امام خمینی و شبستان جواد الائمه از جمله فعالیت های شاخص انجام شده در این مدت بوده است. دانش جعفری از افزایش هزینه‌های جاری و بزرگ شدن دولت در چند سال اخیر انتقاد کرد. وزیر اقتصاد دولت نهم گفت:
سابقه چند سال اخیر دولت نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در حال افزایش است. طبیعتاً دولت با ادامه وضع موجود کار برایش خیلی سخت می‌شود. داوود دانش جعفری در گفتگو با خبر آنلاین با بیان این مطلب افزود: بخش خصوصی قدرتمند وقتی می‌تواند فعالیت کند که ثبات درآمدهای دولت و هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. اگر این احتمال باشد که هزینه‌های دولت در آینده تأمین نشود، در این شرایط دولت کسر بودجه را به شیوه‌هایی تأمین می‌کند که این حرکات تورم را به جامعه تحمیل می‌کند و در اینجا کسی که لطمه می‌خورد بنگاه‌ها و مردم هستند. یعنی بنگاه‌های اقتصادی نیز با تورم بالا امکان تداوم کار ندارند و نمی‌توانند در افزایش سهم صادرات جهانی موفق ظاهر شوند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد در این کار موفق باشد، باید بتواند ثبات اقتصادی کلان ایجاد کند. ثبات اقتصاد کلان از طرق مختلف میسر می شود. وی افزود: یکی از راه‌ها این است که سطح تورم پایین باشد، یعنی سطح قیمت‌ها نوسانات عجیب و غریب نداشته باشد. دیگری نرخ ارز است، یعنی نرخ ارز هم از یک منطقی پیروی کند. به طور کلی نوسانات زیر 3% نوسانات قابل قبولی تلقی می شود. اما اگر نوسانات بیش از 3% شد، چه مثبت چه منفی، اینها نوساناتی است که برای اقتصاد مضر است، یعنی می تواند به ضرر مردم و بنگاه ها باشد. وزیر اقتصاد دولت نهم همچنین گفت: دولت باید ثبات اقتصاد کلان را به وجود بیاورد. در این شرایط بنگاه های خصوصی می توانند بهتر کار کنند، روی صادرات سرمایه گذاری کنند، روی تولید داخلی برنامه ریزی کنند. زیربناهای اقتصادی اگر درست طراحی نشود، مثلا اگر از تولید داخلی بی‌رویه حمایت شود، نهایتاً ممکن است که تولید آنها دیگر صادراتی نداشته باشد. بنابراین ما اگر می‌خواهیم از اقتصاد نفتی بیرون بیاییم، این امکان را دیگر نخواهیم داشت، یعنی کماکان به نفت متکی می‌مانیم. ولی اگر می‌خواهیم خودمان را آماده کنیم که بدون نفت هم زندگی کنیم، باید زیربناهای آن را به وجود بیاوریم، یعنی کارهایی که کشورهای دیگر کردن ما هم انجام دهیم، و این امر عجیب و غریبی نیست. عماد افروغ گفت: اقبال مردم به مساجد به خاطر جناحی شدن فضای آن روز به روز کمتر می شود. عماد افروغ در گفتگویی با زمیمه آیه روزنامه همشهری به نقد وضعیت فعلی مساجد و ارائه پیشنهادهایی در این باره پرداخته است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسجد از کانونهای همبستگی اجتماعی است، از بی‌اقبالی مردم به مساجد به دلیل جناحی شدن آن در سالهای اخیر انتقاد کرد و گفت: مساجد آن کارکردی را که اول انقلاب داشتند دیگر ندارند و به نظر می‌رسد که روز به روز بنا به دلایلی شمع عمومی مردم و اقبال اقشار مختلف مسجد کمتر می‌شود. مساجد یک مقداری بعضاً سیاسی‌تر می‌شوند. این سیاسی نه به معنای آن ارتباط دیانت و سیاست، بلکه به معنای جناحی شدن آن است، و هرچه مسجدی سیاسی تر و جناحی تر شود، مسلم است که روی جاذبه‌اش اثر می‌گذارد. نماینده اصولگرای مجلس هفتم در نقد عملکرد پایگاه‌های مقاومت بسیج در مساجد خاطر نشان می‌کند: اگر این پایگاه‌ها عامل ایجاد محدودیت شوند و تفسیرها و تلقی‌های سیاسی خاصی را تحمیل کنند، با فلسفه وجودیشان ناسازگاری دارد. وی ادامه می‌دهد: کارکرد بسیج کارکرد وحدت بخش است. اگر جناحی شود، اگر کارکرد عام و وحدت بخش خود را فراموش کند و مرتبط با یک گروه و جناح شود، خواه ناخواه روی استقبال مردم نسبت به مسجد تأثیر می‌گذارد. عماد افروغ همچنین با اشاره به رقابت مساجد با صدا و سیما در جذب مردم تأکید کرد: هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین مسجد شود. شما در مسجد یک رابطه عاطفی دارید و این رابطه چهره به چهره، یعنی رابطه نزدیک و تنگاتنگ، یک ابعاد رفتاری و محتوای خاصی در بر دارد که به هیچ وجه از طریق یک ارتباط مجازی و سایبر منتقل نمی شود. عضو شورای شهر عراق درباره مصوبات استانی اجرا نشده به احمدی نژاد نامه نوشت. همزمان با سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی، یک عضو شورای شهر عراق در نامه به احمدی نژاد از اجرا نشدن مصوبات استانی دولت در سفرهای قبلی انتقاد کرد و ضمن برشمردن چندین مورد از مصوبات استانی اجرا نشده و باقی مانده از سالهای قبل پرسید: واقعا مدیران و مسئولان استانی در سفر سوم شما چه میخواهند بگویند؟ یا روبان قرمز کدام پروژه را پاره کنند؟ به گزارش کلمه، محمد حسن احمدی عضو شورای اسلامی عراق در این نامه که در وبلاگشان را منتشر کرده، با اشاره به آلودگی گسترده شهر عراق و شیوع سرطان در این شهر، خطاب به احمدی نژاد نوشت: باور کنید آلودگی شهر را خفه کرده
و طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق را بیت زده است. مصوبات طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق در 14/6/1386 با اعتباری بالغ بر 2950 میلیارد ریال تصویب و بسیاری از پروژه های آن که قرار بود در مدت 1 الی 5 سال اجرا شود، 90% آن بر روی زمین مانده است. وی همچنین خطاب به رئیس دولت نوشت: اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست که هست، مگر داشتن شغل مناسب، آموزش رایگان و بهداشت و درمان و غیره حق ما نیست؟ شما برای احقاق بخشی از این حقوق مصوباتی را تقدیم مردم نموده اید. چرا باید این مصوبات بر روی زمین مانده و صرفاً روی کاغذ باشد؟ چه کسانی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند؟ احمدی در نامه خود همچنین نوشته است: مگر قرار است چند بار یک پروژه افتتاح گردد؟ سد کمال صالح که قرار بود سالیان گذشته افتتاح گردد و برای هر مرحله از احداث آن چندین مراسم افتتاح گذاشتند که این پروژه به علت طولانی شدن زمان بهره برداری تنها 33% آب مورد نیاز شهر را تامین خواهد کرد. پروژه فرودگاه عراق که چندین و چند بار افتتاح شده و هنوز هم مردم به دلیل مشکلات اساسی از آن بهره ای نمی برند. این منتخب مردم عراق همچنین در نامش به احمدی نژاد 10 مورد از مصادیق عدم اجرای مصوبات استانی دولت را نام برده است.